فرصتی مقتنم امروز دست داد که با آقای ایرج مصداقی عزیز گفتگو کنیم که واقعا اطلاعاتشون در مورد شخصیت‌ها و رویدادهای جمهوری اسلامی فراوان است. البته ذهن و حافظه قوی. همینجا خدمتشون عرض سلام میکنم. آقای مصداقی عزیز سلام بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهری. تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من میذارید تا با هموطنانمون همراه بشم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم که پذیرفتین. آقای مصداقی عزیز، در آغاز میخواستم پرسشی که چندیست به حال مطرحه با شما در میان بگذارم و اون درباره یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در دهه 1360 هستش، آقای ابراهیم رئیسی. او رو چگونه شناختید؟ راستش ایشون یکی از صاحب منصبان قضایی کشور در طی 38 سال گذشته بودن. میدونید آقای رئیسی کار خودشون رو در واقع با هادی مردی که بعدها معاون قوه قضاییه شد و فوت کرد در مسجد سلیمان شروع کردن در سال 58. اون موقع ایشون هنوز 19 سالشون نشده بود که در واقع دارای پست قضایی بودن در اونجا و بعدها به مشهد تشریف بردن و از اونجا حزب جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن با آقای کامیاب، آقای هاشمی نژاد، واعظ طبسی در اونجا بودن و بعد هم به تهران اومدن و در کرج دادیار شدن. دادیار انقلاب اسلامی کرجیشون بود و بعدن همزمان دادیار دادستان انقلاب اسلامی کرج بودن در سال 60-61 و همچنین دادستان همدان. خب این نشون میداد که ایشون چهره بسیار بسیار فعالی بود در اون روزها. استان همدان به خاطر نزدیکیش به کردستان از یک طرف، به نقاط مرزی از طرف دیگه، خب داره اهمیت بود و اینکه ایشون یه پاش در کرج بود یه پاش در همدان بود و بعداً در سال 63 ایشون به تهران منتقل شدن. زمانی که لاجوردی برکنار شد و آقای رازینی دادستان انقلاب اسلامی مرکز شدن، ایشون معاونت گروهکی، چون که دادستان انقلاب اسلامی مرکز دارای سه تا معاونت بود، معاونت گروهکی که همون معاونت سیاسی بود، اینها به عنوان گروهکی ازش نام می‌بردن، حتی عنوان سیاسی رو هم نمی‌پذیرفتن، و همچنین معاونت منکرات و مواد مخدر که آقای احمد زرگر بودن. آقای احمد زرگر امروز رئیس شعبه 36 دیوان عالی کشور هستن و بسیاری از احکام اعدام یا احکام مجازات های سنگین رو ایشون تایید میکنن، ماشین امضاست. اتفاقا برادرزاده احمد زرگر هم داوود زرگر در جریان کشتار 67 در اوین به دار آویخته شد. و یه معاونت دیگه هم داشتن، معاونت اقتصادی بود که آقای رمضانی بود. و بعدن که آقای رازینی رفتن به در واقع سازمان قضایی نیروهای مسلح، آقای اشراقی شدن دادستان انقلاب اسلامی مرکز و آقای رئیسی ایشون شدن معاونت ایشون، باز هم معاونت گروهکی رو داشتن. یعنی در واقع مسئول پرونده های سیاسی آقای رئیسی بود. به همین جهت بود که پرونده انفجار نخست وزیری رو به ایشون دادن و آقای اژه‌ای بازجو بود، بازجوی پرونده انفجار نخست وزیری بود و مسئولیت پرونده با آقای رئیسی. میدونید که چند سالش بود اون موقع؟ زمانی که این پرونده رو به ایشون دادن حدود 24-5 سالش بود. صحیح. و میدونید که اون موقع در دعوایی که بین دادستانی انقلاب اسلامی مرکز که در دست مؤتلفه و لاجوردی اینها بود، یه دعوایی داشتن با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که این دعوا امروز هم هست، همین داستان اصولگرا، نمیدونم خط امام که میبینید، اون موقع هم بود.
لاجوردی و داستانی انقلاب اسلامی مرکزی که دست مؤتلفه بود سعی کردند از انفجار نخست وزیری استفاده بکنن برای اینکه رقیب رو که مجاهدین انقلاب اسلامی بودن از حوزه امنیتی بیرون بندازن، چون اون موقع اینا در 209 اوین بودن، اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 209 اداره میکرد. اینا اومدن به خاطر اینکه مسعود کشمیری نزدیک بود به افرادی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و در واقع نفوذ از اونجا مجاهدین شکل داده بودن، اینها اومدن به نوعی پرونده سازی کردن برای اینکه پای اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی رو بکشن وسط و اونها رو عامل نفوذ یا عامل انفجار نخست وزیری جا بزنن. میدونید که هیچ کاری اینا اون موقع نداشتن به انفجار حزب جمهوری اسلامی که توسط کلاهی صورت گرفت، چون کلاهی از طریق حزب جمهوری اسلامی وارد شده بود، از طریق نزدیکان بهشتی وارد شده بود، از طریق جواد مالکی اجاره‌دار و اینها وارد شده بود، اینا هیچ کاری به اون نداشتن، ولی مسئله نخست وزیری رو هی عمده می‌کردن. اینا عده‌ای رو دستگیر کردن، بهزاد نووی بود، آقای سازگارا بود و بعد افراد حتی میرفت تا کسان دیگری که در این پرونده دخیل بودن، آقای خسرو تهرانی بود و همون فردی که مدت‌ها عکسش رو منتشر می‌کردن به عنوان احمدی نژاد، اینها تماماً زیر نظر دادستانی محاکمه می‌شدن، بازجویی می‌شدن، اژه‌ای بازجوی پرونده بود و بالاخره مسئولیت پرونده با همین رئیسی بود. آخر خمینی اینها رو خواست و دستور داد پرونده رو مخدومه اعلام کردن، علارغم اینکه رئیسی حاضر نبود پرونده رو مخدومه اعلام کنه و میخواست همچنان اینها رو زیر تیغ داشته باشن. این از سابقه رئیسیه. تا اینکه ایشون در جریان کشتار 67 اونجا بود که چه نقشی داشت؟ عرض میکنم به عنوان معاونت گروهکی دادستان انقلاب اسلامی مرکز عضو هیئت بود. ببینید آقای اشراقی اشراف کلی به پرونده زندانیان سیاسی نداشت، به همین علت رئیسی چون از قبل از دوران آقای رازیمی مسئولیت گروهکی رو داشت طبق تعریف خودشون، این در واقع مسئول پرونده های سیاسی بود، به همین دلیل عضو هیئت بود و در تصمیم گیری ها شرکت داشت، نظر میداد و اتفاقا پیگیری میکرد و دنبال میکرد. ببینید در حکم خمینی اومده سه نفر رو تاکید کرده: یک، دادستان انقلاب اسلامی مرکز، دو، ریاست هیئت با نیری رئیس حکام شرع اوین، و یک نماینده از وزارت اطلاعات. نماینده وزارت اطلاعات که خب پور محمدی بود به انتخاب رئیس شهری، ولی از اونجایی که نیاز بود کسی که پرونده زندانیان سیاسی رو در اختیار داره جزء هیئت باشه، رئیسی به این ترتیب عضو هیئت شد و جزء هیئت بود و خب در اونجا حضور فعال داشت. من از اونجایی که در روزهای متوالی در جریان کشتار سال 67 در نزد این هیئت برده شدم، در روزهای متوالی در راهروی مرگ حضور داشتم، به خوبی تحرکات اینها رو اونجا می دیدم، چون من یه لنگ به چشمم بود به جای چشمم و از پشت اون به راحتی می تونستم فعل و انفعالات اینها و تحرکات اینها رو ببینم و اونها متوجه این که من می تونم ببینم و مسلط هستم به اوضاع نبودن. و این را خدمتتون عرض کنم، من تقریبا در بیشتر روزهایی که زندانیان سیاسی مجاهد رو به دار می‌آویختن در راهروی مرگ بودم و تقریبا هیچ کسی به اندازه من در اون روزها در راهروی مرگ نبود و شاهد قضایا نبود و رئیسی نقش بسیار فعالی داشت. یک مورد رو خدمتتون عرض کنم، ببینید تمام گزارشی که این افراد در ملاقات با آیت الله منتظری در 24 مرداد سال 67 میدن و در اون نوار صوتی منتشر شده تماماً دروغه، تماماً جعله و هیچ عنصری از واقعیت درش نیست. من اتفاقاً یه مقاله‌ای در این زمینه نوشتم. ببینید اینا تاکید می‌کردن مثلا با آیت الله منتظری که ما نهایت رفعت رو به خرج می‌دیم.
یا نهایت تلاش رو به خرج میدادیم که بلکه اینا رو مثلا اعدامشون نکنیم. این درست برعکس بود. شقاوت، درندخویی، بیرحمیشون مثال زدنی بود. ببینید هر سری که اعدام میکردن بین خودشون نونخامه تقسیم میکردن، هر سری که اعدام میکردن جشن میگرفتن. گاه میشد برای اینکه فشار روی مایی که تو راه روی مرگ بودیم بیارن، میمدن به ما هم تعارف میکردن با مسخرگی و لودگی. این یه بخشش. بخش دیگهش این که حتی به بیماران رحم نکردن و کسانی رو مثلا دوستان خود من و ناصر منصوری رو که فلج قطع نخایی شده بود به خاطر پرتاب از بلندی، ظاهرا میگفتن که زیر فشار خودکشی کرده، خودش از بالا انداخته پایین، حالا بحث اون اینجا نیست، ولی که فلج قطع نخایی بود، به هیچ وجه نمیتونست تکون بخوره، او رو با برانکارد آوردن بردن و دار زدن. و مسئول بهداری آقای بیات سر برانکارد رو گرفته بود که من خودم دیدم. و یا کسانی که حتی دچار نقص عضو بودن رو بردن و اعدام کردن. یا اونجا تاکید میکردن ما کسانی که مثلا یه برادر یه خواهر رو اعدام کرده بودیم دیگه بعدیشون مثلا توقف کردیم و اونها رو اعدام نکردیم. باز این دروغه. من تو اون مقالم ده ها اسم رو آوردم، کسانی که دو برادر، یه برادر، یه خواهر، زن، شوهر، حتی گاه سه نفر رو در اون کشتار 67 اینا به قتل رسوندن و تماما دروغ میگن به آیت الله منتظری. یا خود رئیسی صداش هست در همون نوار آیت الله منتظری، او کسی است که میگه ما 200 نفر رو جدا کردیم، شما اجازه بدید ما اینا رو هم بکشیمشون، بعداً هر چی شما میگید. آیت الله منتظری میگه من به یکیش هم مخالفم، تو میگی 200 دیگر هم بکشین. باز او تاکید میکنه آخه این برای ما خوب نیست، اونا رو آوردیمشون بیرون در پروسه هستن، حالا اجازه بدید ما اینا رو بکشیمشون. ببینید اتفاقا تو همین جا هم دروغ میگن، چون بعداً تمام اون افراد رو تقریبا در اوین اکثرشون رو میتونم بگم اکثر بالاشون رو اعدام کردن، یا در روزهای بعد و بماند که زندانیان چپ رو، زندانیان مارکسیست و کمونیست رو بعد از این تاریخ در 5 شهریور تازه آوردن برای کشتار، یعنی 11-12 روز بعد از دیدار با آیت الله منتظری. مسئله دیگه ای که باید خدمتتون عرض کنم که اینها دروغ میگفتن خدمت آیت الله منتظری، این بود که فقط تو بند ما حدود میتونم بگم 15 نفر 20 نفر، من بشمرم میتونم حتی بگم، بچه‌هایی رو اعدام کردن که دلیل اعدام اینا یک سوال بود و اون این که در عید فطر، بخصوص میخوام در عید قدیر که روز 11 مرداد بود، چه کسی تو بند شما شربت داد؟ ببینید در اون روز در بند ما مراسم بود، جشن بود و ببینید یه جشن مذهبی هم هست، ولی که اینها میگفتن تو بندتون کی شربت بده؟ و به خاطر همین سوال که همه میگفتن ما نمیدونیم، ما یادمون نیست، ما نخوردیم، یا از این سوال از این پاسخ ها، ولی در هر صورت تعداد زیادی رو فقط به خاطر این مسئله اعدام کردن. منظورم اینه که هر چی که میگفتن دروغ. و من خودم رئیسی رو اون روزها دیدم که نشسته بود، مقداری پول پاره جلوش بود، اسکناس، چون بچه‌ها رو که میبردن اعدام کنن اسکناسایی که تو جیبشون بود و برای اینکه دست پاسدارا نیفته پاره میکردن و اینا رو آورده بودن جلو رئیسی بود. رئیسی از قیزش اینا رو دوباره پاره پاره میکرد. این هم که بگم برای اینکه چه جوری دیدی شما؟ من چون عرض میکنم من نشسته بودم چشمندم زیر لنگ قشنگ مثل اینکه شما یه پارچه بندازید جلو صورتتون، چقدر خوب پیداست. لنگ دیگه بیشتر هم پیداست، چون لنگ خیلی خیلی این الیافش از هم جدا هستش و به خوبی میشد پشت رو دیدش. اینه که عرض کردم بچه ها پولاشون رو پاره میکردن مگه دست پاسدارا نیفته. برای اینکه نگاه کنید اینا به کی چیزی رحم نمیکردن، یعنی اینا برای غارت اومدن. من یادمه بعد از کشتار که ما زنده مونده بودیم، فروشگاه زندان انجیرهایی رو آورد به ما فروخت که این انجیرها انجیرهای خودمون، یعنی از تو بندها غارت کرده بودن آوردن دوباره به خود ما فروختن.
چرا؟ چون وقتی انجیر خشک که به ما میدادن، ما انجیر خشک ها رو باز میکردیم، با مسواک پاک میکردیم که کرم نداشته باشه. تمام انجیر خشک ها انجیرهای پاک شده خودمون بود که آوردن دوباره به همون فروختن. یعنی میخوام بگم نظام جمهوری اسلامی یک همچین نظامی است که حتی به انجیر کسانی که اعدام کرده هم رحم نمی‌کنه. آقای مستاقی، شما در یک مقاله در سایتتون نوشتید که در روزهایی که کشتار در زندان گوهردشت جریان داشت، هرگاه که می‌خواستند گروهی را اعدام کنند، یکی از اعضای هیئت مرگ شخصا به قتلگاه می‌رفت تا شاهد دار زدن زندانیان باشد. بله، ببینید هر سری که اعدام می‌کردند، اتفاقا زمانی که هیئت می‌رفت تقریبا ما مطمئن می‌شدیم دیگه اعدامی الان نیست، چرا که اعضای هیئت یکیشون حداقل می‌رفت. ببینید این راه روی مرگی که عرض میکنم خدمتون، کوریدور اصلی زندان گوهردشت. زندان گوهردشت رو اگر یک کوریدور در نظر بگیرید، یه سالن، یک راه روی بسیار بزرگ، دو طرف این راه رو ساختمون ها مثل یک بازو به این راه رو خط میشن، تقریبا مثل اچ میشه تا اون ته هر دو طرف این راه رو، و بعد آمفی‌تئاتر زندان یا حسینیه زندان در ته این راه رو قرار داره. افراد رو وقتی از دادگاه می آوردن تو این راه رو می شوندن و بعد وقتی 10 نفر 12 نفر جمع می شدن، مسئول فروشگاه زندان که اسمش عادل بود می اومد اسامی رو می خوند، می گفت اینها رو ببریدشون به بندشون، و اینها رو می بردن به بند. به بند منظور کدی بود که بین خودشون، یعنی ببرید دار بزنید. وقتی که اینا رو به سمت اون آمفی‌تئاتر یا ته سالن اون حسینیه زندان می بردن، از تحرکاتی که در اون راه رو به وجود می اومد می فهمیدید که می خوان یه عده رو اعدام کنن، چون سیل پاسداران و مسئولین زندان، همه بخشای زندان از موتوری گرفته تا ملاقات تا تأسیسات و اعضای هیئت و پاسداران و محافظین و مسئولین زندان میرفتن سمت حسینیه زندان، برای اینکه افراد رو که روی اون سکو یا روی اون نیمکت یا حالا نمیدونم هر جای اون بلندی قرار میدادن و پاسدارا میرفتن لگد میزدن توی شکم اینها برای اینکه از روی اون بلندی بیفتن و دار زده بشن. این رو من ندیدم، اما از روز 21 مرداد به بعد بارها و بارها پاسدارا، چون دیگه اون موقع همه چی پرده بیرون افتاده بود و دیگه مثل روزهای قبل نبود که حالا هیئت عفو اومده عفو کنه و اینها، بلکه دیگه همه چی مشخص بود. پاسدارا میومدن، هر کسی که با شما خورده حسابی داشت یا از قبل یک کینه‌ای به دل داشت می اومد با لغت توی همون راهروی مرگ می زد، یا با یک مشتی می زد توی پهلو، می گفت لگد آخر رو خودم می زنم تو شکمت. اینو بارها می گفتن، مشخص بود که اینا وقتی میرن توی حسینیه لگد می زنن تو شکم کسانی که می خواستن دار بزنن که اونا از روی بلندی بیفتن. اما ببینید اون روزها من پور محمدی رو نمی شناختم، چون پور محمدی رو قبلا ندیده بودم و برام ناآشنا بود، اما هم بقیه افراد رو میدیدم که میرفتن. آقای ابراهیم رئیسی رو من به چشم خودم میدیدم که میرفتن اون حسینیه برای اعدام. آقای اشراقی رو من خودم به چشم خودم میدیدم میرفتن، حتی لباسی که تنشون بود من یادمه. آقای رئیسی کت قهوه‌ای میپوشیدن و آقای اشراقی کت شلوار سرمه‌ای رنگ داشتن و هیکل خیلی بزرگی آقای اشراقی داشت. ببینید موضوعی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که رئیسی هیچگاه در طول اون سالها هیچگاه لباس روحانیت به تن نداشت، همیشه لباس شخصی بود و من همیشه ایشون رو با لباس شخصی دیده بودم. اتفاقا وقتی ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد، تازه اون موقع من فهمیدم ایشون رو با لباس
روحانیت دیدم. و زمانی که در سال 67 در دیماه 67 اون موقع خمینی حکمی داد به نیری و رئیسی و در اونجا اینها رو حجت الاسلام خوند، من تازه اونجا بود فهمیدم که رئیسی آخونده، چون تا اون موقع من این اصلا با لباس روحانیت ندیده بودمش و همیشه با لباس شخصی بود، درست مثل محسنی اژه‌ای. ببینید محسنی اژه‌ای هم هیچگاه در اون روزها لباس روحانیت به تن نداشت، بلکه لباس شخصی بود. و همچنین قاضی مقیسه که الان هستش، ایشون اسم اون موقع اسمش ناصریان بود، دادیار زندان بود، حالا قاضی شده و احکام اعدام و اینا رو صادر میکنه، ولی اون موقع ایشون هم لباس شخصی بود، همیشه کت شلوار تنش بود و خب بارها و بارها ما از نزدیک دیده بودمش، باش برخورد کرده بودم، تو بندمون اومده بود، چون یه موقعی سرپرست زندان هم شده بود در همون زندان گوهردشت در سال 67، دو تا مسئولیت داشت، هم سرپرست زندان بود و هم دادیار ناظر زندان بود. منظورم اینه که من آقای رئیسی رو میدیدم وقتی که میرفت به حسینی زندان برای اینکه شاهد باشه به اعدام زندانی. آقای مستاقی عزیز، آقای عبدالرضا داوری در نامه‌ای که به هیئت مرگ نوشته یه سوالی مطرح کرده، گفته است که لازم است برای ثبت در تاریخ توضیح بدهید که چرا دایره اعدام‌ها را به افرادی غیر از وابستگان سازمان منافقین گسترش دادید، مثلا نظیر فرج الله میزانی، محمد پور هرمزان، و آنان را چگونه مشمول فرامین مندرج در دو متن مورد استناد دانستید؟ ببینید، باز خدمتتون عرض کنم، فرمانی که خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی داده در مرداد ما مختص زندانیان مجاهده، در اونجا تاکیدش هم روی زندانیان مجاهده، خود متن هم این رو میرسونه و هیئت هم فقط برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد تشکیل شده بود و فقط به این افراد میپرداخت. حتی اگر کسی به اشتباه به دادگاه آورده میشد او رو برمیگردوندن. برای همین زندانیان سیاسی غیر مجاهد مذهبی، اهم از اینکه هوادار آقای بنی صدر باشن، هوادار شریعتی باشن، فرقان باشن، آرمان مستضعفین باشن، هیچ کدوم به دادگاه آورده نشدن. بنابراین اونایی که اگه بخوایم دستبندی کنیم توی چارچوب حتی ملی مذهبی، اونها هیچ کدوم به دادگاه برده نشدن و هیچ یک از اونها اعدام نشدن، چرا که مشمول فرمان خمینی نمی شدن. اما بعد از دیداری که اینها با آیت الله منتظری در 24 مرداد داشتن، روز دوم ماه محرمه و آیت الله منتظری تأکید میکنن لاغت تو محرم دست میگرده، اینا با اینها روز بعدش اومدن در زندان گوهردشت و در اونجا در 25 مرداد ماه دوباره به قتل عام زندانیان پرداختن فردای دیدار با آیت الله منتظری. منتها بعد از ظهر ساعت حوالی 2 بعد از ظهر تلفنی زنگ زد و اینها بعد از اون هیئت رو جمع کردن و رفتن در صورتی که قرار بود بمونن. من قبل از ظهر دیدم که ناصریان که همون شیخ محمد مقیسه الان هست با خوشحالی به یکی از افسر نگهبان زندان به نام فرج با دستاش تکون میداد، گفت هیئت رو نگه داشتم، هیئت رو نگه داشتم، برو به آشپزخونه بگو کباب و جوجه درست کنن برای نهار. یعنی مشخص بود هیئت قرار بمونه همچنان و اتفاقا افراد زیادی رو دوباره از بند سابق ما که اساسا قرار نبود تو پروسه اعدام بیان، اونها رو هم آوردن. یعنی میخواستن دایره کشتار رو وسیع‌تر کنن. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، اما ساعت 2 بعد از ظهر بود که من میرفتم دستشویی، صدای تلفن رو شنیدم. وقتی که از دستشویی برگشتم دیدم که دسته دسته دارن افراد رو میبرن. اون روز
آخرین روز کشتار زندانیان سیاسی مجاهد در زندان گوهردشت. احتمالاً اوین هم به همین ترتیب بوده. در هر صورت ما 11 روز اعدام نداشتیم، چون ماه محرم هم بود و اینها مشغول کار خودشون بودن و اتفاقاً ما از یک منفذی بود ناصریان و رئیس و معاون امنیتی و زندان رو میدیدیم که بسیار بسیار عصبانی بودن در طول روزهایی که عرض میکنم، چون قدم میزدن ما از یک منفذی میتونستیم اونا رو ببینیم، سلولای ما رو نشون میدادن با ناراحتی، نمیفهمیدیم چی میگن، ولی در هر صورت اعدام ها قطع شده بود. منتها روز 5 مرداد و عذر میخوام 5 شهریورماه اینها با یک دستورالعمل جدید اومدن برای کشتار زندانیان چپ. آیا حکم جدیدی خمینی داده؟ کسی نمیدونه. آیت الله منتظری هم تاکید میکنن حکم جدیدی رو ندیدن. آیا شفاهن بوده؟ کتبی بوده؟ نه کسی دیده و نه کسی شنیده. اما مشخصا این حکم برای زندانیان سیاسی چپ، اون هم مردها بود و نه زنها. نکته بعدی رو هم بگم خدمتتون، این حکم در شهرستانها در ارتباط با زندانیان سیاسی چپ اجرا نشد، فقط در تهران بود. زندانیان سیاسی چپ یه تعداد بسیار محدودشون، یه 6 تایی در شمال همراه با مجاهدین در مرداد ماه اعدام شدن که دلیل خاص خودش رو داشت، و در اصفهان هم 2 نفر اعدام شدن که اون هم دلایل خاص خودش رو داشت با مجاهدین در مرداد ماه. ولی در شهریور ماه این حکم در شهرستان ها در ارتباط زندانیان چپ اجرا نشد. در ارتباط با زنان چپ هم، چون در شرع اسلام زن مرتده اعدام نمیشه، اجرا نشد، ولیکن مردهای چپ و کمونیست رو اعدام کردن بر اساس ارتداد. و این چیزی که آقای عبدالرضا داوری میگن خب حرف منطقی است. میگن آقا حکمی هست، خب بگید. اگر نیست که امام گفته بودن فقط مجاهدین رو بکشید، اینا رو چرا کشتینشون؟ راست هم میگن. ببینید 90 و بیش از 91% از اعضای کمیته مرکزی، دفتر سیاسی و مشاوران کمیته مرکزی حزب توده در این کشتار در همون شهریور ماه اعدام شدن. بسیاری از کادرهای اکثریت، فدایان اکثریت اعدام شدن، همچنین زندانیان وابسته به سازمان مثل اقلیت، راه کارگر، دیگر جریانات چپ هم اعدام شدن. ولیکن حزب توده و سازمان اکثریت چون کمتر در سالهای قبل اعدام شده بودن، اونها رو در این کشتار از دم تیر گذروندن. حرفی که ایشون میزنن حرفیست منطقی، چرا که هیچ حکمی حتی برای اونها وجود نداره. اگر آقای رئیسی استناد کنه به فرمان خمینی در ارتباط با مجاهدین و بگه حکم ایشون رو ما اجرا کردیم، در ارتباط با زندانیان چپ هیچ چیزی ندارن. و به خاطر همین هم هست که هنوز هم که هنوزه وقتی بحث کشتار سال 67 میشه، تمامی جناح‌های رژیم فرقی هم نمی‌کنه، همشون تاکید میکنن رو مجاهدین. و اینکه نمیدونم سازمان مجاهدی حمله کرده بود به مرزا، یه عده اینا می‌خواستن برن با اونا هماهنگی کنن، حالا ببینید در سراسر کشور با همدیگه تصمیم گرفتن تو همه زندانا برن هماهنگی کنن. یه دروغ و دغلای اینجوری میگن، ولی هیچ کدومشون وارد موضوع زندانیان چپ نمیشن. البته آقای حسین شریعت مداری چند سال پیش به دروغ مطرح کرد که خامنه ای مانع کشتار زندانیان مارکسیست شده، که اینا تماما جعل و فریب و دروغه. ولی خب چون آقای عبدالرضا داوری یک خط سرخ رو زیر پا گذاشته و راجع به کشتار 67 سوال کرده، ایشون رو دستگیر کردن و حکمی رو که در سال 2 سال پیش برای ایشون داده بودن رو الان اجرا کردن. ممنونم آقای مستاقی. بفرمین که این پور محمدی، این در هیئت مرگ چه نقشی داشته؟ نقش مهمی داشته؟
بله ببینید، ایشون نقش بسیار بسیار مهمی در هیئت مرگ داشت. وزارت اطلاعات اصولا برنامه ریز و سازمانده کشتار سال 67 بود، نه در تهران، در همه جای ایران. اتفاقا در زندان اوین اگر این کشتار ابعادش وسیع تر بود، به خاطر تسلط بیشتر وزارت اطلاعات در زندان اوین، چون وزارت اطلاعات در زندان اوین مستقر بود. به همین علت بود که آمار قتل عام شدگان در اوین بیشتره، منظور کسانی که تونستن جان به در ببرن کمتر بوده در اوین نسبت به گوهردشت. یکی از دلایلش تسلط وزارت اطلاعات. پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات بود و نظر بسیار بسیار مهمی رو در هیئت داشتش و خب الان هم میدونید ایشون وزیر دادگستری هست در دولت آقای روحانی. خیلی ها توجیه میکنن که ایشون آقای روحانی مجبور بوده اینو معرفی کنه، به خاطر اینکه طبق قانون اساسی معرفی وزیر دادگستری به عهده رئیس قوه قضاییه است، در صورتی که این فقط توجیهه، به خاطر اینکه آقای روحانی ماشین امضا نیستن، میتونن به سادگی موافقت نکنن و بگن کس دیگه ای رو بیارن. و اتفاقا آقای روحانی با ایشون هماهنگی داشتن و من این رو نه به عنوان یک حدس و گمان بگم، یه دلیل خاصش رو عنوان بکنم. ببینید، بازرس ویژه رئیس جمهور آقای علیرضا آبایی هستن. اینو دیگه خود آقای روحانی شخصا انتخاب کرده علیرضا آبایی رو. علیرضا آبایی یکی از اعضای هیئت کشتار سال 67، یکی از مسئولین اصلی کشتار 67 در اهواز و دزفوله و در زندان یونسکو. شما میتونید به خاطرات آقای محمد رضا آشوخ مراجعه کنید. ایشون زمانی که میبردن بکشنش، از تو ماشین مینیبوسی که میبردنش فرار میکنه. در خاطرات آیت الله منتظری اسم ایشون اومده، در نامه آقای احمدی حاکم شرع خوزستان به خمینی اسم محمد رضا آشوب اومده و ایشون هم دقیق این موضوع رو توضیح میدن، نقش آوایی رو. و آوایی نقش مهمی در کشتار و سرکوب در دهه 60 داشته و بی بدیل بوده نقشش در جنوب ایران، به خصوص در خوزستان. و خب ایشون بازرس ویژه آقای روحانی هستن، باز نقش مستقیم در کشتار 67 داشته. تخریب گورهای جمعی در اهواز هم خبری است که به تازگی به دست ما رسیده، مربوط به اعدام‌های تابستان 67. بله. اونجا بله ببینید، فقط تعداد زیادی رو کشتن در اهواز؟ بله بله، هم در اهواز هم در دزفول هستش. این موضوع کشتار در واقع زندانیان بخشی از پروژه رژیم بوده برای محو نیروهای سیاسی، برای از بین بردن نیروهای سیاسی و برای اینکه این پتانسیل رو از بین ببره. و حالا تلاش میکنن برای در واقع از بین بردن حافظه جمعی، حافظه مردم. به همین خاطره که سعی میکنن گورستان ها رو از بین ببرن. سالها قبل تلاش داشتن خاوران رو از بین ببرن، اونجا درخت کاشتن، بارها و بارها اعتراض شد تا تونستن خانواده ها جلوی این مسئله رو بگیرن. همچنین در مشهد من سال نو یک مقاله نوشتم، تصاویر گورستان مشهد رو دادم، جایی که قتل عام شدگان 67 مشهد در اونجا در گورهای جمعی به خاک سپرده شدن و اینها اومدن خاک ریختن، چون اونجا بهار که میشه شقایق در میان. من عکس ها رو همه رو در سایتم هست، در مقالم هست. امسال اومدن کامیون های متعددی خاک اونجا ریختن و اتفاقا سال گذشته میخواستن اونجا رو همین در همین محل میخواستن توالت درست بکنن که با اعتراض خانواده ها روبرو شدن و با تظاهرات و اعتراض اونها تعدادی رو دستگیر کردن، اذیت کردن در مشهد هم و در خیلی از نقاط دیگه ایران. در گرگان بوده این تلاش ها، در شمال بوده، در
تهران حتی دوباره در بهشت زهرا بوده. در بسیاری از نقاط اینا تلاش میکنن که این جنایت رو در واقع به نوعی از اذهان و حافظه ها بزدایند. به همین علته که آقای رئیسی امروز این همه ناراحت از انتشار فایل صوتی آقای احمد منتظری، به خاطر همین گرفتن، رئیسی پشتش بود و برای محکومیتش هم رئیسی پشتش بود، چون میخوان این حافظه جمعی رو از بین ببرن و از بین بردن گورستان ها یکی از این هاست. تلاش برای از بین بردن اوین در همین راستا هستش و مجموعه از این حرکات رو در طول سالهای گذشته اینها داشتن. ممنونم آقای مستاقی. آقای روحانی در مناظره سوم انتخاباتی اشاره کرد به فساد 12,000 میلیارد تومانی و از ابراهیم رئیسی دادستان دادگاه ویژه روحانیت پرسید که چرا علارغم اطلاع از این پرونده در زیر مجموعه استان قدس برخورد نکرده اید. ماجرا مربوط میشه به برادر همسر توسی که معاون استان قدس بوده و مبلغ 12,000 میلیارد تومان رو برداشته و از ایران فرار کرده. بله. 12,000 میلیارد رو نبردن. البته موضوع برمیگرده به مهاب قدس. ببینید شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت آب ایرانه و بسیاری از سدها رو زیر نظر مهاب قدس هست. مهاب قدس رو اتفاقا دولت احمدی نژاد به ثمن بخش داد به استان قدس رضوی و فقط به خاطر یه پروژه 300 کیلومتری جاده بین گرگان تا خراسان فکر میکنم. و بعداً در اسنادی که اینها تنظیم کرده بودند، این اسناد که اتفاقاً یکی همین رئیس ستاد انتخاباتی آقای رئیسی یعنی نیکزاد مشارکت داشته در این فساد، این رو به نام آقای عزیزیان زده بودن. عزیزیان برادر همسر آقای واعظ طبسی است و اتفاقاً پست در زمان ایشون هم مشاورشون بوده، مشاور آقای رئیسی بوده و بعداً این در واقع این به نام ایشون شده بوده. ولی در زمانی که آقای عزیزیان میخواستن از کشور فرار کنن 1,000 میلیارد تومان به ایشون دادن. اینها رو آقای رئیسی دادن. اینها در دوره آقای رئیسی این پول ها داده شده. 1,000 میلیارد تومان؟ بله، در چیزی در همین حدوده. حالا احتمالاً یه چیزی در این حدوده. شاید من رقم رو اشتباه بکنم، رقم رو دقیق ندونم، اشتباه بکنم، ولی میدونم ارقام بسیار بسیار. نه، اینم تو خبر درسته همین. مهدی بله. عزیزیان با 1,000 میلیارد تومان از دارایی های شرکت عمران رضوی به خارج از کشور گریخت. بله بله، عرض میکنم این در دوره ایشون بوده و حتی چک هایی را هم که داده شده در دوره آقای رئیسی داده شده. موضوع رسیدگی به این پرونده رو ایشون داد به مرتضی بختیاری. مرتضی بختیاری قائم مقام آقای رئیسیه و ایشون در طول 36 سال گذشته جز جنایت کار دیگه نکرد، چون همیشه دادستان بوده در استان خراسان، در تمام شهرهاش، در خود مشهد، بعد اومده تهران و رئیس سازمان زندانها بوده، بعد هم در دولت احمدی نژاد هم استاندار بوده هم وزیر دادگستری بوده و اتفاقا یکی از افراد مورد علاقه لاجوردی هم بوده. ایشون امروز قائم مقام استان قدس رضوی. آقای مرتضی بختیاری رسیدگی به پرونده مهدی عزیزیان رو شخصا به عهده داشته و او بوده که پیشنهاد فرستادن عزیزیان به خارج از کشور رو داده، برای اینکه
آبها از آسیا بیفته و پای اینها وسط کشیده نشه. همین کار رو در ارتباط با همین آقای خاوری انجام دادن. ببینید آقای خاوری در خوزستان دستگیر شده بود، در اهواز حکم بازداشت شده بودن، ولیکن محسنی اژه‌ای چون از طریق شوهر خواهرش که وکیل او هم بود پاش توی این پرونده گیر بود، محسنی اژه‌ای دستور آزادی او رو داد، اووردش تهران و بهش حکم کرد که سریعاً کشور رو ترک بکنه. آقای خاوری به دستور محسنی اژه‌ای از کشور خارج شده و محسنی اژه‌ای در این پرونده شریکه و به خاطر گم کردن سرنخ‌ها خاوری رو به خارج فرستادن. این هیاهویی هم که میکنن، الان هم یکی دو روزه عکسای خاوری رو در کانادا منتشر میکنن، عکسایی که دیگه سیبیلش هم زده و قیافه مبدلی هم پیدا کرده، اینها برای خالی نبودن عریضه است. هر روز یه روز میگن نمیدونم اینترپول دنبالشه، یه روز میگن گرفتنش، میگیریمش، داریم میاریمش. این هم به خاطر حقوقبازی های ایناست که آخونده درش خبره هستن. اگر یادتون باشه سر این پروژه اسید پاشی چهار روز یه خبر دادن گرفتیم، الان اومده شناسایی شده، خانواده قبول کردن، اون قربانی ها گفتن، در روزهای آینده خبرهای زیادی هست. ولیکن از ابتدا مشخص بود که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در تو آقای خاوری کاملا مشخص بود، در تو آقای عزیزیان هم همچنین، چون پای خیلی آدم شده و به همین دلیل ترجیح میدن که اینها در خارج از کشور باشن. خیلی ممنونم آقای مستاقی عزیز. چهار دقیقه وقت داریم، یک سوالی دارم و اون این است که این همه اطلاعات رو شما در زندان چگونه به دست می آوردید؟ خب بخشی زندان هر کس سایت شما رو بخونه متوجه میشه یه دارالمعارف جنایت. ببخشین، خواهش میکنم. نه ببینید، نه بخش زیادش که خب مال زندان نیست. البته خب من همیشه روزنامه میخوندم، همیشه هم در ارتباط با اون چیزایی که برام مهم بود خب حساسیت داشتم، حافظه خوبی دارم، اولا تو ذهنم کلاسه شده نگه داشتم. اینا نه فقط راجع به این بود، من در دوران پهلوی سن زیادی نداشتم ولی خب روزنامه خون بودم. همون شناختی که از مهره های نظام سلطنتی دارم، همین شناخت از مهره های نظام شما از خانواده ارتشیان هستین نه؟ یه بار گفتین مثل این که داییتون فرمانده ژاندارمری بودن، بله؟ درسته؟ بله، سپهبد محقق فرمانده ژاندارمری بودن. بله. خب صرفا به خاطر آشنایی با ایشون، نه چون من نزدیکی با ایشون که خب بسیارم نزدیک بودم و از بچگی خب هر روز میدیدم، خب داییم بودن روبروی خونه، ولیکن به خاطری که روزنامه میخوندم به همین دلیل اطلاعاتم مثلا راجع به صاحب منصبان نمیدونم لشکری و کشوری نمیدونم قضایی نظام سلطنتی هم کم نیست. به خاطری که خب بگم مشتاق بودم، علاقه‌مند بودم، اینا رو میخوندم، حافظه من بد نبود، خب ذهنم میمونده. ولی بخشی از چیزهایی که در مینویسم خب مشاهداتمه در طول زندان، شنیده هام در طول زندان، با افراد مختلفی من زندانی بودم در طول 10 سال، خیلی ها رو میدیدم، از خیلی پرونده ها مطلع بودم و بعدها هم دنبال کردم، چه در مراجع بین المللی، چه در روزهایی که خب مطلب میخونم. 40 ساله که دیگه روز و شب ما با همین مسائل هست. به طب در زندان چند کتاب نوشتین آقای مستاقی؟ فکرم الان 17 جلد. ولی یه 4 جلد اصلی هم دارین نه؟ بله، اون خاطرات زندانم هست و البته اون 4 جلد مثل که بیشتر از 2000 صفحه هست. بله 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 بله. اگر به طور در واقع استاندارد چاپ بخواد بشه خیلی بیشتره، 3000 صفحه میشه. بله. ولی خب چون هم به خاطر مشکلات که تو خارج از کشور هست استاندارد رعایت نکرد. بله. اسم کتابا چیه؟ اون نزیستن نمرگه که مجموعه 4 جلدی خاطرات زندانمه که هر کدومش یک اسمی مختص اون دوره خاصی که اون کتاب مربوط بهش هست. یک کتاب دیگه هم هستش
دوزخ روی زمین که در واقع ریشه های ایدئولوژی که شکنجه است و راجع به قبر و قیامت یا واحد مسکونی بدترین شکنجگاه زندان قزلرساله، یه مجموعه شعر که البته من حفظ کردم باز اینا رو تو زندان، شعرهای خودم نیست، 300 صفحه شعرهای بعد از کشتار 67 که سروده های زنده یاد نصیر نصیری من تو زندان حفظ کردم و بعد منتشر کردم. یه کار یه داشتو کشتار 67 کار تحقیقی قبرهای کسانی است که اعدام شدن و در بهشت زهرا حدود 400 تا قبر به خانواده هاشون دادن. من راجع به اون عکسای این قبرها هست، عکسای رنگی قبر هاست و توضیح راجع به کشتار، نقشه های همون جایی که این بچه ها درش اعدام شدن یا اینکه تو هر بندی چه تعداد بودن، چه تعداد اعدام شدن، اسامیشون چیا بوده. دونه به دونه من اینا رو بردم چون خب اینو تو زندان تحقیق میکردم. بعد از کشتار سال 67 از بچه هایی که زنده مونده بودن خب این تحقیق رو میکردم که کیا کشته شدن، تو بندتون چند نفر کشته شدن، کیا بودید. خب خیلی رو خودم میشناختم ولی خب این آمار رو در اونجا گرفتم. من هم یکی از بچه بودم، بچه دیگه هم تو این زمینه فعال بودن. و خب کتاب های دیگه راجبه سازمان ملل متحد هست و پرونده های نقض حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد. در سازمان بین المللی کار یک کتاب دیگه هست، کنوانسیون های بین المللی نقض حقوق کار هستش توسط دولت جمهوری اسلامی. همچنین کتاب هایی هست به عنوان گزارش 92 و گزارش 93 که دیدم مجاهدین هست و نقد و توضیح روابط اونها و چگونگی در واقع تبدیل یک سازمان سیاسی به یک فرقه و یک مجموعه ای که امروز به هیچ وجه نمیشه ازش به عنوان یک سازمان نام برد. خیلی ممنونم ازتون جناب مستاقی، اجازه بدین باز هم گفتگو کنیم در آینده. خیلی ممنون از شما، خسته نباشید. همچنین از بینندگان عزیز که با ما همراه. قربان شما. خیلی ممنونم از شما، از بینندگان گرامی که توجه فرمودن و از کارگردان برنامه آقای بهروز مشکینیار. شب و روز شما خوش.